سپاس دکتر فروتن عزیز و درود به همه بینندگان. من ابتدا میخوام راجع به همین موضوع پارلمان اروپا صحبت کنم. ما بعضی مواقع انتقاد میکنیم که مثلا اروپا و آمریکا سازش میکنه با رژیم، ولی این کارهاشون هم قابل ستایش هست. این شخصی که رفت و به منوچهر متکی به همراه چندین نفر دیگه از نمایندگان پارلمان اروپا اعتراض کردن، آقای استروان استیونسون هستند که ایمیلشون هم این هست: لطفاً در تلویزیون اعلام کنید که اگر دوستان خواستن رأی بدن، میگم رأی بدن، تشکر کنن. من خودم یه ایمیل زدم به این مضمون و از ایشون تشکر کردم، ایشون هم جواب منو دادن. خیلی جالب است مثلا یک نماینده پارلمان اروپا جواب بنده که مثلا حالا یه جوونی هستم تو ایران اصلا سر رشته ندارم رو بدم. اینو واسه شون نوشتم و گفتم که تشکر میکنم از شما به خاطر در دست گرفتن عکس ندا و خار کردن منوچهر متکی، و دوباره تشکر کردم از ایشون. ایشون هم جواب من رو در ایمیل دادند. بذارید واسه تون میزنم، اگه خواستید رو تلویزیون هم حتی بخونید چون خیلی جالب بود. حتی چندین خط نوشتن. واقعا باید تشکر کرد از همچین آدم هایی و جذبشون کرد، چون بالاخره اینها در معادلات جهانی تاثیرگذار هستن. ایشون هم که در این ایمیلی که میبینید جواب دادن نوشتن، و حالا من خواستید رو نوشتشون هم به ایمیل خودتون دکتر فروتن میفرستم. و جالب بود، من حیث المجموع واسه من جالب بود. بعضی مواقع من خودم شخص عصبانی میشم از دست اروپا و آمریکا و اینها، میگم اینا با رژیم سازش میکنن، ولی میبینم حق دارن. اینا اول منافع مردم خودشون، آخه اسیر دارن. این دختری که اینا جمهوری اسلامی اسیر کرده بالاخره از بچه های خود اروپایی هست دیگه، میخوان اسیرشون رو آزاد کنن، مجبورن یه حالا باجی چیزی بدن، ولی حمایت هم میکنن. بعضی مواقع خوب حمایت میکنن و باید ازشون تشکر کرد. از این مورد بنده خیلی خوشحال هستم که این رو میبینم. و حالا در مورد 22 خرداد، یه سایتی اومده برای دوستانی که خارج از کشور هستن برای هماهنگی تظاهراتش، که این سایت هم فکر کنم فقط واسه هماهنگی این تظاهرات 22 خرداد ایجاد شده. من لینکش رو در بالاترین دیدم که تبلیغ زده بود در داخل بالاترین. اون هم به نوبه خودش جالب بود که حالا یه هماهنگی بشه فعلا واسه این تظاهرات که از پراکندگی جلوگیری بشه. امیدوارم که بتونم لینکش رو پیدا کنم و بهتون بدم که برای دوستان خارج از کشور اون رو اعلام کنید. این مورد دوم هست. یه موردی هم هست، این هفته آقای خامنه ای روز 14 هم یعنی جمعه بعد از یک سال میخواد بیاد نماز جمعه بخونه، و خیلیه، یعنی خامنه ای هر سال چندین بار میومد نماز جمعه خون، امسال یک بار بیشتر نخون، اونم نماز جمعه خونین 30 خرداد ماه بود و حکم کشتن مردم رو در اون نماز جمعه صادر کرد. حالا همه دارن تحلیل میکنن ببینن در این نماز جمعه 14 خرداد چی میخواد بخون. البته اون 29 بود، اون نماز جمعه که خون 29 خرداد بود و 30 کشتار شد، که ندا هم همون روز 30 خرداد به شهادت رسید. همه دارن تحلیل میکنن که این نماز جمعه چیه و موضوع این نماز جمعه چیه. یه موضوع دیگه، گوگل و جیمیل در ایران امروز فیلتر شدن و ما احتمالاً تا چند روز دیگه با فیلترینگ شدید یا قطعی کامل اینترنت مواجه خواهیم شد، چون رژیم واقعاً ترسیده از تظاهرات 22 خرداد ما داره از هر طریق برخورد میکنه. این اخبار امروز بود که خواستم به حضور بینندگان برسونم. مرسی از تایم، میکروفون فری. با تشکر از ریپابلیکن عزیز، شما که صحبت میکردید، من اول از همه الان دوباره نشون میدم هموطنان عزیز، این سایت اینترنتی این آقای استروان استیونسون هست. اینم عکسشونه. ایشون از کشور انگلیس هستن، نماینده
پارلمان اروپا هستند، رئیس کمیسیون مربوط به روابط با عراق هستند در پارلمان اروپا و معاون رئیس یه کمیته دیگر مربوط به مسائل ماهیگیری و غیره این حرفا. و ایشون در اون ویدیوی هم که من نشون دادم اون آخرین شخصی بودن که دست چپ هی به این آقای متکی میگفتن مردرر. و همون جوری که دیدید یعنی ریپابلیکن گفت از ایران ریپابلیکن رفته ایمیل زده، آیدی ریپابلیکن از ایران ایمیل زده به این آقا و این آقا جواب دادن به انگلیسی. من جواب ایشون رو میخونم به ریپابلیکن براتون ترجمه میکنم. یه دقیقه بچه ها تکس لطفا نزنین که من بتونم اینو بخونم. حرف تکس میزنین صفحه از جلوی چشم من میره. تو اتاق بیلوکس یک چند لحظه تکس نزنین. به ریپابلیکن گفته که البته ریپابلیکن اول نوشته که Hello, I'm a young Iranian. I want to thank you for taking a photo Neda and humiliation منوچهر متکی. Thank you very much. ریپابلیکن نوشته من سلام، من یک جوان ایرانی هستم، میخواستم از شما تشکر کنم که عکس ندا رو با خودتون بردین و منوچهر متکی رو بر صورت پایین آوردید و بهش چیزایی گفتید، خیلی متشکرم. ایشون جواب دادن به آیدی ریپابلیکن به ایران، گفتن که خیلی متشکرم، thank you for your email regarding the visit of منوچهر متکی to the European Parliament. متشکرم از ایمیلی که در رابطه با دیدار منوچهر متکی به پارلمان اروپا کردید. I very much appreciate your support and I can assure you that I will continue to oppose this abhorrent regime. من بسیار متشکرم از پشتیبانی شما و به شما اطمینان میدم که من ادامه خواهم داد مخالفت و اپوزیسیون خودم رو با این رژیم abhorrent، یعنی که آدم حالش به هم میخوره، رژیم کثیف. یه دقیقه بچه تکس نزنین. I'm fully committed to the principles of freedom and democracy and I'm disgusted by the fascist oppression that is evident in your country. من 100% commit یعنی مسئولیت خودم، برای خودم مسئولیت گذاشتم که به اصول زیربنای آزادی و دموکراسی پشتیبانی بکنم و واقعا حالم به هم خورده و ناراحت هستم از این رژیم فاشیستی که مردمش رو اینجوری در کشور شما داره با زور روش حکمرانی میکنه. We can no longer tolerate the executions and blatant human rights abuses perpetrated by the Iranian leadership. ما دیگر نمیتوانیم که قبول بکنیم و اجازه بدیم که این اعدام هایی که در ایران میشه و این نقص های حقوق بشری که در داخل کشور دیده میشه توسط رؤسای این حکومت. Thank you again for your kind words and support. بازم متشکرم از واژه های محبت آمیزی که برای من فرستادید و از پشتیبانیتون. Best wishes با امید بهترین آرزوها برای شما. Struan Stevenson MEP، آقای Struan Stevenson وکیل پارلمان آمریکا. خب این از اون. حالا برای اون عزیزانی که در آمریکا هستن، تلویزیون E2 و هر جای دنیا میبینید این برنامه رو، روی صفحه تلویزیون اینو صفحه بزرگ کنید، اتاق فرمان، من اینو چند لحظه نگر میدارم، بنویسید دقیقا این ایمیل آقای استروان هست که من رو نگر میدارم تا نفر بعدی که صحبت بکنه این رو نگر میدارم. یک لحظه ببینم نفر بعدی کیه. نفر بعدی آیدی یارسان هست. یارسان عزیز 3 دقیقه بفرمایید. ایمیلش هم که توی این اتاق زدن، من 265 لطف بکنید این ایمیل رو تو اتاقهای یاهو و پلتاک هم برای عزیزان دیگه بزنید. خواهش من این است که فرق نمیکنه به هر زبانی، حتی فارسی هم اگه میخواید بنویسید، اینا مترجم دارن و بیان که و بنویسید، یه تشکری بکنید، خیلی لازمه. برای اینکه این میره به دوستاش میگه، میگه من یه این کارو کردم، ببین چقدر از ایران و خارج از ایران به من جواب دادن. بهباریکلا آقای منصور ما هم اینو اصلا قشنگ گذاشته زیر صفحه تلویزیون. ببینم سپلینگش درسته. استیونسون یوروپا منصور جان بعد از پا اون آر الش نقطه شیناشو درست بکن. خیلی خوب یارسان، خواهش میکنم که 3 دقیقه بفرمایید.